اعتراض چند باری نمایندگان مجلس به ناتوانی دولت در مهار گرانی ها بخش عمده صفحه نخست روزنامه جمهوری اسلامی را به خود اختصاص داده. روزنامه اصولگرا سخنان اعتراضی چند تن از نمایندگان در نطخهای میان دستور و تذکرات شفاهی به شرایط اسفناک مردم و ناتوانی دولت در حل آنها را نقل کرده که هشدار دادند دولت اجازه ندهد بیش از این صفرهای مردم کوچک و کوچکتر گردد. روزنامه اطلاعات به هشدار سازمان بهزیستی در مورد افزایش آسیب های اجتماعی در کشور پرداخته و می نویسد فعالیت دستگاه های متعدد از جمله بهزیستی، شهرداری، قوه غذایی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی در این حوزه یک آسیب محسوب می شود. اطلاعات حکمرانی را یکی از مشکلات قلمداد می کند و می نویسد تا زمانی که حکمرانی دانش محور و دانش بنیاد نداشته باشیم راه اشتباه را طی می اطلاعات ادامه راه سالهای گذشته در برخورد با آسیبهای اجتماعی را طی کردن راه اشتباه قلم داد می کند. اطلاعات در مطلبی به سخنان عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری درباره تاثیر باز کردن فضای کشور و کنار نهادن سختگیریها در افزایش نشاط اجتماعی پرداخته و از قول وزیر می نویسد روادید بیش از پنجاه کشور به طور یک طرف لغو شده تا گردشگری در کشور افزایش یابد. آرمان ملی نیز فضای باز زرقامی و نگاه این وزیر را متفاوت با دیدگاه سایر اعضای کابینه رئیسی دانسته و می نویسد برخی در این کابینه حاضر نیستند با افکار فرهنگی زرقامی کنار بیایند. آرمان ملی پیش کرده که اعضای کابینه به زودی علیه زرقامی مزگیری خواهند کرد. آفتاب یزد این سخنان زرقامی درباره فضای باز را یک نمایش خوانده و می نویسد نه احمدی نژاد عوض شد و نه زرقامی عوض می شود. آفتاب یزد خطاب به زرقامی می نویسد آقای زرقامی حرف هایی را که در کابینه باید بزنید به خبرنگاران تحویل ندهید. اقدام بانک مرکزی در پایان دادن به عرض توافقی مورد بحث روزنامه های شرق و اعتماد قرار گرفته است. شرق در این باره می نویسد با به رسمیت شناخته شدن نرخ بازار آزاد ارز فشار تقاضای کاذب از بازار کاسته شده و قیمت دلار کاهشی شد. دنیای اقتصاد نیز اقدام بانک مرکزی را رانت زودایی از اسکناس سبز خوانده است اما اعتماد با پرداختن به ترکیبی از عوامل کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی به تاثیر بد آنها بر اقتصاد ایران و پول ملی پرداخته و می نویسد در یک ماه 22 درصد ارزش ریال کاسته شده است یک تحلیلگر اصولگرا هم ناخشنودی خود از رهبر گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی از عربی خواندن نام خلیج فارس را بدین گونه ابراز داشته است توهین های ادامه دار عراق هشت و شعبی هم خلیج فارس را جل کرد